بسم الله الرحمن الرحیم علی رضا عسکری هستم ادامه مبحث فیزیولوژی سیستم حرکتی خوشحالم در خدمت شما هستم مجددا این دفعه با مخچه فانکشنال آناتومیش و سیرکتری که اونجا ما داریم و عمل کرده مخچه قسمت های مختلفش هدف این قسمت آشنا شدن با فانکشنال آناتومی مخچه هست همونجوری که قبلا گفتیم سریبرال موتور کورتکس یا پرایمری موتور کورتکس ما دارای معاونینی هست متعددن ولی دو تا معاون اعظمش سربلوم و بیسال گنگلیا هست که در کوردینیشن خیلی از اینها کمک میگیرن و هر کدوم اینا مسئول یه ابعادی از حرکت های پیچیده و پی در پی و اسموثینگ و چسبوندن اجزای یک حرکتی برای اجرایی تسک هستن که حالا بیشتر باشون آشنا میشیم از منظر اینکه این دو هیچ کدوم نمیتونن عملکرد عضلات رو کنترل بکنن به هم دیگه شبیه هستن ولی اینپوت آوتپوتشون متفاوته چون فانکشن مختلفی دارن در مورد سربلوم که ما این جلسه میخوایم صحبت کنیم نقشش تو تایمینگ فعالیت حرکتیه خصوصا وقتی میرسیم به حرکات سریع و اینه که ما از یه حرکت به یه حرکت دیگه وارد مثال میزنم مثلا همین حرف زدن بنده ترکیبی از کلمات متفاوت اینکه یه کلمه ای مثل این انسنینگ ماشین ها یا ربات ها یا به اصطلاح اون صوت هایی که تو تلفن بانک هست و اینها مقطع نیست و به هم دیگه خیلی طبیعی چسبیده این به دلیل اینکه ما اینجا از یک حرف به حرف دیگه از یک کلمه به کلمه یا دیگه ما این فعالیت مخشده داریم اختلالش هم ممکنه که همین اشکلاتی باشی که در تکلمه در مورد سایر ازالات اسکلتی هم به همین صورت اگه یه حرکتی از چند به اسطلاح حرکت کوچکتر و ترکیب اونها تشکیل شده باشه بنابراین اختلال در سربلوم و لیژن تومور یا اینفاکشنی که در اونجا با وجود بیاد ممکنه که نهایتا این کوردینیشنی که در اون حرکت همیشه دیده میشد دیگه دیده نشه خود سربلوم رو اگر ما بیایم تحریک بکنیم اتفاق خاصی نمیفته اینم نقطه تمایزشه با سربروم اونجا ما اگر تحریک میکردیم ممکن بود که کانترالترال یه حرکتی رو ببینیم اما اینجا حرکتی نمیبینیم اگه خاطرتون باشه ما از سایلنت اریا ها صحبت کردیم دیگه بر نمیگردم بهش برداشتن سربلوم هم ام، ام، ممکنه که ام، ام، اون اختلالاتی رو که برداشتن سربروم ایجاد می کرد رو ایجاد نکنه ولی ضایعات وسیعی در سیستم حرکتی اتفاق می‌افته که ما در موردش صحبت خواهیم کرد برای حرکات بسیار سریع مثل مثلا یه دوندهی که روی پیست مثلا 110 متر با مانع یا اینه که یه کسی تو زمین بسکت داره دریپ میکنه و بعد بره و نمیدونم سگام بره و مثلا توپو بندازه تو حلقه بسکت با یه دانک حالا اگه درست گفته باشم این ترمینولوژی ورزشی شو اینا یه سکانسی از حرکات که وقتی مخ یا پرایمری موتور کورتکس شروع میکنه به اجرای هر حرکتی انگار پشت پرده مخچه در تدارک جزء بعدی حرکت چون این حرکت خیلی سریعه ما نمیتونیم صبر کنیم برای خاطر اینکه فیدبکی از محیط بگیریم و بعد این دوتا رو به هم بچسبونیم اون, تایمینگ به ما این اجازه نمیده ممکنه که از همون بپرسن چه قسمتی از سربلوم این کار میکنه همه قسمت های سربلوم تو یک کار دخالت ندارن از سه قسمت کلی سربلوم تشکیل شده که بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم ممکنه که این حرکات سریع رو با تخریب لترال زون همیسفرهای مخچه در دو طرف ما داشته باشیم ولی Uh, همونجوری که uh, uh, در اسلاید قبل هم صحبت کردیم تخریب پرایمری موتور کورتکس به ما پارالیسز و فلج, فلج شدن رو میده ولی اینجا این اتفاق نمیافته. پس بنابراین مخچه ما در اون جایی که با وستیبولار سیستم کار میکنه و جلسات قبل راجع بهش صحبت کردیم تو ایکولیبریوم دخالت داره uh, در مورد uh, به کنترل حرکات اگزایل ماسل ما برای پوستچر و آنتی دخالت داره برای رپید موومنت دخالت داره برای لرنینگ و به اصطلاح یادگیری حرکات جدید نقش حیاتی ایفا میکنه خب برای این فانکشن ها بالاخره اینپوت اوتپوت باید متناسب باشه یکی از ورودیهای های اصلی که سربلوم دریافت میکنه یه کپی از اون زنجیره ای از سیگنال هایی که برای اجرای یه حرکت خاص به اسپاینال کورد دیسنت میشه سر راه یه کپی دریافت میکنه غیر از اون نیاز داره سربلوم اگر میخواد وزیر اعظم پرایمری موتور کورتکس باشه که پیام های و هم دریافت کنه یعنی همونایی که مربوط به پوزیشن تنشن و جوینت انگل ها بودن پوزیشن و تنشن عضلات اسکلتی و جوینت انگل و بعد الان الزامات رو داره سربلوم که این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنه و بعد بتونه با یه ریترنینگ سیگنال پیام رو به سربلال کورتکس برسونه که آقا آنچه که قصد داشتی انجام بدی با موقعیت ده درجه 20 درجه زاویه داره انحراف داره و بعد برای کورکشنش اقدام کن پرایمری موتور کورتکس زمانی هم که داره یه, حرکتی اجرا... حرکت رو اجرا میکنه لترال زون همیسفر سربلوم مشغول بنامه ریزی برای حرکت بعدی هست یه نمایی هست سجیتال برینستم رو ببینیم پانز مدالا و بعد در قسمت خلفیش ما سربلوم داریم انتریو لوب، پوستریو لوب و فلاکولو ناجولار اگه خاطرتون باشه ما اینجا به دلیل که چین خوردگی یا بسیار زیاده اسمشون رو فولیوم گذاشیم که البته تو سربل کورتکس بعد یادتون بیاد چی بود؟ یه ویو پستریور هست که من از, از ممکنه که ورمیس رو در وسط ما ببینیم در این قسمت و بعد لاترال زون همیسفرا رو میبینیم سمت راست سمت چپ و بعد اون ناحیه بینابینی یا اینترمیدیت پس بنابراین ما یه ناحیه ورمیس رو داریم اینترمیدیت زون همیسفرا رو داریم لترال زون همیسفرا رو داریم اگر همین رو از پهلو نگاه میکردیم مانند اسلاید قبل این انتریور لوبمون بود اینجا پوستریو لوبه و بعد این زیر که الان نمیبینی فلاکولو نادولار هست قسمتش اینجا نمایش داده شده و بیشترش اون زیر هست حالا یه نمای دیگه خلفی ام بنابراین چیزی که هست ما فولیوما رو میبینیم و اینجا اه اه ناهیه میانی ورمیس بود انترمیدیت و اینجا لاترال زون اینجا خود همیسفرا این قسمت ابتداییش ما این پرایمری فیشه رو داریم قسمت جلوی اون انتریو لوب پشتش پستریو لوب و اینجا خدمت شما از کنال ها رو بعد این زیر داشته باشیم در جایی که فیبرها دارن وارد سربلا کورتکس میشن یا ازش دارن خارج میشن که اون ماده سفید باشه وسط اونجاها ما چند تا ماده خاکستری داریم دنتیت هست و بعد اینترپوزیدوس هست و بعد فستیجیال نوکلیای که دو تا از اینا داریم چهار تا یعنی دو تا دو طرف و بعد دنتیت که هر کدوم از اینها مربوط به اون کارسپاندینگ سربلار کورتکس هستن دنتیت با لاترال زون کار میکنه اینترپوزیتوس با اینترمیدیت و فستیجیال با ناحیه ورمیس خیلی هم نزدیک با وستیبولار سیستم خود ورمیس رو ما راجع بهش بخوایم صحبت کنیم اون دفعه هم گفتیم فلاکولون ورمیس و بعد یا نوکلیای به نظر می رسید که اکستنشنی از وستیبولار سیستم هستند این کلوز کانکشن با وستیبولار سیستم هستن و بعد تو ایکولوبیون خیلی نقش دارن اینها نقششون عمل کنترل عمل کرده عضلاتی هستند که عضلات محوری ما هستند در شانه های ما قرار دارند گردن و بعد لگن و این طرف اون طرف ستون و فقرات همه اینها این کلوز connection with vestibular system برای اکویلیبریوم intermediate زون بیشتر برای حرکات اندام های ما هستند و در کنترل حرکات دست انگشتان و پا نقش حیاتی دارند. lateral زون که ارتباطش با primary motor cortex وسیع هست برای اون اون برنامه ریزی در مورد حرکات زنجیره‌ای که میخواستن اتفاق بیفتن خیلی نقش حیاتی و کریتیکال داره اگر ما لترال زون رو نداشتیم ممکن بود که ما نتونیم برای تسک خاص مثل همون فنجانی که قرار بود از روی میز برداریم و به دهان ما نزدیک کنیم این یه تسکه یعنی چای خوردنه که خودش از اجزایی تشکیل شده ممکنه شانه رو درگیر کنه آرنج رو درگیر کنه مچ دست انگشتان و بعد تنه حالا نسبت به فاصله من به میز چقدر این, این فنجونه پره کجا هستیم تو چه فضایی هستیم استرس ما رو گرفته یا نگرفته اینا بالاخره یه سکانسی از حرکاتی که از یه حرکت به حرکت بعدی که در کل بخواد اون تسک اجرا بکنه ما نیاز داریم که یه برنامه ریزی این ادوانس داشته باشیم و این کار سربلوم هست کدوم ناحیهش لترال زونش خب این هم یه نمای توپوگرافی از ناحیه ورمیسه که اون اگزایل ماسل اینجا هستن و بعد اندام ها و ناحیه فیس هم ببینیم در ناحیه اینترمیدییت ریپرزنتیشن داره یکم متفاوت از آنچه که در سوماتو تاپی که ما در سومات سنسوری کورتکس یا پرایمری اس داشتیم و بعد لترال زون هم میبینیم که دارای اصلا توپوگرافی یا مپینگ نیست چون دخالت داره در پلنینگ لاترال زون ما عمدتا این ورودی هاش رو از پرایمری موتور و پرایمری سوماتسنسوری کورتکس دریافت میکنه اما لوپ میزنه پروسسینگ رو انجام میده کارهایی که روش انجام میشه بعد از اون باید اوتپوتش کجا بره آیا به پریموتور کورتکس میره یا مثلا به ساپلیمنتری موتور اریا نه اون میره به پرایمری موتور کورتکس چرا چون از اونجا اگه خاطرتون خاطرمون باشه ما گفتیم که این پرایمری موتور کورتکس دامیننتلی اینوالف هست روی پلانینگ از همونجا پس پیام دریافت میکنه اما سربلوم قراره که پرایمری موتور کورتکس رو اصلاح کنه پس آوتپوتش میره دامیننتلی به پرایمری موتور کورتکس توپوگرافی نداره همونجوری که گفتیم از نظر فانکشن دخالت در پلانینگ دارد یه ذره سطح عملیاتیش بالاتر از ناحیه ورمیس و اینترمیدییت هست خب اگه این سکشن از سربلوم ما ما بخوایم یه مرور کوتاه داشته باشیم به نظر می که ما ما همون سه قسمته یه قسمتش مر با سیستم تو ایکولوبریوم دخالت داره یه, سر... یه قسمتش برای اینوالف هست توی کنترل حرکات اندام ها و صورت قسمت لاترال زون توی پلانینگ این پلانینگ یعنی تایمینگ و سیکوینسینگ تاسک‌هایی هایی که دارای اجزای حرکتی پی در پی هستن تا اون تسک اجرا بشه مثل نمایش های قبلی رفرنس اصلیمون تو این قسمت گایتون کمک گرفتیم یکی دوتا اسلاید از کتاب کندل ممنونم از توجهتون